کسی تا حالا گریبان آقای جلال فارسی رو نگرفت. ایشون اتفاقا شاید عضو جناب سروش علت این باشه که از شما به عنوان یک روشنفکر دینی که بسیار تاثیر گذاشته در جامعه ایران به خصوص در محافل جوانان دیندار انتظار بیشتری میرفته. بله، من پاسخم رو دادم در این باب. من گفتم که ما چه کار میکردیم. من گفتم من بزرگترین خدمت رو به دانشگاه ها کردم برای اینکه ما بازگشایی کردیم دانشگاه رو. من گفتم به همین کسانی که سوال میکنن که شما خیلی وامدار من هستید، اگر فرزندانتون الان تو دانشگاه دارن تحصیل میکنن، ما باعث شدیم که این دانشگاه به لحاظ علمی غنی تر بشه، از نظر خشونت خیلی پیراسته تر بشه در حد توانایی ما، و بازگشاییش کنیم و هرچه زودتر او رو راه اندازی بکنیم و نگذاریم که به اون خواب 20 ساله بره، یا اینکه بعضی از خوابهایی که کسانی برای دانشگاه دیده بودن تعبیر بشود. این کاری است که ما کردیم و زحماتی است که ما کشیدیم بدون اینکه ذره هم از اونجا چشم داشته پاداش داشته باشیم. ولی عرض کردم یه عده جور دیگری میخوان ببینن، و البته من انکار نمی کنم در دوران بسته بودن دانشگاه ها کارهای خلاف زیاد انجام گرفت. ببینید، یه نکته رو که خیلی ها نمیدونن این بود، ستاد انقلاب فرهنگی 7 عضو داشت، رئیس نداشت، مرؤوس نداشت، ما هممون مساوی بودیم. من ممکن بود یه امضایی بکنم بدون اینکه شما اطلاع داشته باشید، شما ممکن امضایی بکنید که من اطلاع داشته باشم. ستاد انقلاب فرهنگی خیلی هیئتی اداره میشد. اینجوری براتون بگم، ما حتی در یک سال و نیم، 2 سالی که تو ستاد انقلاب فرهنگی من بودم، ما صورت جلسه نداشتیم. اصلا معلوم نبودش که تو این جلسه چی تصمیم گیری میشه. لذا یه وقت آقای فارسی برای خودش چیزی رو امضا میکرد، میداد، اجرا هم میشد بدون اینکه بنده یا اعضای دیگه مطلع باشیم. لذا من هیچ وقت انکار نمی کنم که در دورانی که ما در ستاد انقلاب فرهنگی بودیم، کارهایی به نام ستاد یا به دست پاره از اعضای ستاد نشده باشیم. ولی من این رو به طور کلی عرض میکنم، کار ستاد اساساً ربطی به تصفیه و به این جور چیزها نداشت. با اینکه این رو هم عرض میکنم که اساتیدی بودن که واقعا دیگه با فضای انقلابی اون روز نمیخوردن، خودشون که متوجه بودن و بنابراین سر خودشون پایین انداختند و از دانشگاه ها رفتن. بسیار خوب. حالا شما فکر میکنین که اسلامی کردن دانشگاه برای از انقلابیان اصولا اجتناب ناپذیر بود؟ حالا من اتفاقا در نوشته های خودم هم آوردم که اصلا این اسلامی کردن دانشگاه، عرض کردم در کشور ما هر وقت بزرگان مملکت میگن اسلامی یعنی فقهی، و چیزی بیشتر از این مراد ندارن. یک نفر از فقهای ما نگفته که مثلا فیزیک خوب تدریس نمیشود، شیمی خوب تدریس نمیشود، هنر سطحش نازله، هیچ وقت این چیز. همیشه گلهشون از این هستش که دختر پسر با هم در اونجا میآمیزند، یا مثلا فرض کنید در پاره از علوم انسانی فیلمثل اسم مارکس میاد، یا یه وقتی میگفتن پوپر حالا میگن وبر، گلهشون از این حرف هست. لذا قصه اسلامی کردن دانشگاه ها به نظر من از همون ابتدا هم مفهوم بسیار مبهمی داشت. من درکم این بود که ما سطح علم رو باید خیلی بالا ببریم، چون پیامبر اسلام به علم خیلی علاقه من بود و خیلی هم تأکید کرده که اطلب العلم ولو بالسین، علم هر جا که هست برید و او رو بجوید، و همچنین هنر که اصلاً به ذات یک امر الهی است، یک امر متعالی است. من تعریفم از اسلامی کردن دانشگاه این بود و مایل بودم و الانش هم مایلم که این چنین باشه، دانشگاه های پر هنر و پر علم. دیگران البته درک دیگری داشتن و این ابهام خیلی کار دست ما داد و داده است. میدونید یه مدتی توی دانشگاه ها اومدن گفتن دیوار بکشیم بین دخترها و پسرها، این طرف تو کلاس، کلاسی که معلمم در اونجا هست، دختر یک سو بنشینه. اینقدر درک های نازل و قشری در باب اسلامی کردن دانشگاه ها وجود داشت. در واقع ما جلو بعضی از اینها رو گرفتیم و نگذاشتیم که به این طرف برود. بسیار خوب. قبل از هر چیزی اگر اجازه بفرمایید من برادران عزیزمون در ستاد انقلاب فرهنگی معرفی کنم. آقای دکتر شریعت مداری، آقای دکتر حبیبی، آقای دکتر سروش و آقای جلال الدین فارسی. دکتر سروش، شما و علی شریعتی دو نفر از روشنفکران دینی هستین که بسیار تأثیر گذاشتین با کتاب ها و سخنرانی ها و نوار هایی که دادید بیرون و در محافل مختلف تأثیر داشتید. شما امروز روشنفکر دینی رو چطور تعریف میکنید؟ تعریفش آسانه جناب آقای فانی.
من همیشه میگم که اگر روشنفکر غیر دینی معنی داره، روشنفکر دینی هم معنی داره. اگر استبداد دینی معنی داره، دموکراسی دینی هم معنی داره. اینا معنی دارن، معانیشون هم روشنه. یعنی شما به اصطلاح میگن تعرف الاشیاء و ازدادها، هر چیزی رو از روی ضدش میتوان شناخت. اگر ضد اینا وجود داره یا متصور است، آنگاه خودشون هم موجودن یا متصورن. روشنفکر دینی یک کسی است که در یعنی محوریت در کارش با نقده. روشنفکر دینی فرق داره با یک مبلغ دینی یا با یک روحانی. روحانی کارش نقد نیست و کارش تبلیغه و ترویج اندیشه دینی است که در جای خودش محترم است، ولی روشنفکر دینی اون نقش رو بازی نمی‌کنه. نقشش نقد اجتماعی دینه، نقد معرفتی دینه و به این کار اهتمام میگشاید، میبرزد و از این طریق شستشو میکنه اندیشه دینی رو. روحانیان معمولاً به خرافاتی که دین دوچار اونها میشه چندان نمیپردازن، گاهی حتی به نام دین ترویج اون خرافات میکنن. روحانیون به دلیل ارتزاقی که از دین میکنند، خیلی از بدیها و نقصانهایی که در دین موجود وجود داره رو نمیبینن یا از او سخنی نمیگن، در حالی که روشنفکر یکی از قائمه ها و ستونه های وجودش این است که از دین و دیانت ارتزاق نمیکنه، تغذیه نمیکنه. منبع ارتزاق او چیز دیگری است، لذا از حریت بیشتری برخورداره و آزادتر است و آسوده تر میتواند که زبان به نقد بگشاید. این روشنفکر دینی است، یعنی یک نقاد دینی. علاوه بر روشنفکر، روشنگر هم هست، یعنی این اندیشه های نقدش رو پخش میکنه. و برای نقد هر ناقد یک پایگاه میخواد، یعنی شما از هیچ جا نمیتوانید بایستید و در دین نظر کنید و نقد کنید. پایگاه نقد دینی روشنفکران عبارت است از مدرنیته. لذا ما در موضع مدرن نیستیم، نظر به دیانت میکنیم، چه در وجه اجتماعی او و در وجه کلامی و معرفتی او، و از این طریق میتوانیم او رو نقد بکنیم. لذا الان شما اگر به روشنفکری دینی نگاه بکنید، هم دین رو نقد اخلاقی میکنه، هم نقد سیاسی میکنه، هم نقد اجتماعی و معرفتی میکنه. اینا عمده کارهایی است که در روشنفکری دینی انجام میگیره. مرحوم دکتر شریعتی که نام بردید، ایشون بیشتر نقد سیاسی و نقد اجتماعی میکرد، نقد کلامی و نقد اخلاقی در کار اون نبود. این رو این بعدها افزوده شد و این شاید این هم اجتناب ناپذیره در جوامع مثل ایران که خواه ناخواه چه روشنفکر دینی و چه غیر دینی بکشه به مسائل سیاسی و شیوه حکومتداری در مملکت به دلیل نفوذ عقاید دینی و قوانین دینی. مثلا به دلیل اینکه خود متولیان دین میگن دیانت ما این سیاست ماست. لذا وقتی که شما به دیانت میپردازید، خود به خود وارد وادی سیاست هم میشوید. خب حالا در همین راستا هستش که شما میرسین به اینجا که بسیاری از روشنفکران دینی که در گذشته و احتمالاً خود شما خیلی صریح و روشن صحبت از جدایی دین و سیاست یا دین و دولت در واقع و حکومت داری نمی کردین، الان دارین می کنین، یعنی به این نتیجه رسیدید. انتقادی که بسیاری از روشنفکران غیر دینی می کنن اینه که شماها تازه روشنفکران دینی دارین صحبت هایی می کنین که ما بیش از 100 ساله داریم می کنیم و شما تازه به این مرحله رسیدید و چرا بایستی تمام این روند طولانی و تازه بعد از تجربه ایه که به زعم روشنفکران غیر دینی تجربه دردناک حکومت دینی هم بوده؟ والا البته در این که آدمیان هر کدام در دوره‌ای به چیزی میرسند جای شبهه نیست، اما اینکه آیا واقعا این اتفاق داره در کشور ما میفته یا اینکه یه اتفاق است که ظاهرا اون چنان است اما باطنش فرق داره، من فکر می کنم در مورد اسلام و نسبتش با حکومت هیچ وقت این بحثایی که اکنون در کشور ما مطرح است مطرح نبوده و اینا خوشبختانه از پختگی برخورداره که باید خیلی هم اونها رو مغتنم شون. اینکه یه روزی روزگاری در جای دیگری و در تاریخ دیگری چیزی به نام سکولاریسم رخ داده است به هیچ وجه معناشی نیست که اگر در کشور ما از حکومت و از سیاست و دیانت سخن میگیم، از جداییشون یا ارتباط و اتصالشون 100% داریم به همون راه میریم. استفاده کردن از تجربه های دیگران البته شرطه و انسان نمیتواند چشمش رو ببنده، ولی قصه اسلام و نسبتش با حکومت و سیاست، تعیین این نسبت بسیار پیچیده کار خیلی دشواری است.
که بارش رو الان روشنفکران دینی میکشن. چه احتیاجی هست دکتر؟ سوال اینه که بعضی ها میکنن میگن که وقتی که ما